طرفداران جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس، در مقابل دادگاه عالی بریتانیا به حکم بازگرداندن او به سوئد اعتراض کردند. دادگاه عالی بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که بازگرداندن این متهم 40 ساله که اتهام جنسی علیه او در سوئد مطرح است، قانونی است. لورد نیکولاس فیلیپس، رئیس دیوان عالی بریتانیا، اعلام کرد که حکم بازگرداندن او به اتهام ارتکاب جرایم جنسی با 5 رأی مثبت و 2 رأی منفی قضات مواجه شده است. اکثریت دادگاه به این نتیجه رسید که دادستان عمومی سوئد مرجع مناسبی برای بازگرداندن جولیان آسانج به این کشور است و درخواست استرداد او در چارچوب حقوقی صورت گرفته است. وبسایت افشاگر ویکیلیکس از زمان راه اندازی هزاران نسخه از اسناد محرمانه دولت آمریکا را در اینترنت منتشر کرد. جان پیلگر، روزنامه‌نگار و مستندساز استرالیایی، میگوید حکم دادگاه عالی بریتانیا بی ربط است و سست به نظر میرسد. موضع‌گیری من به این دلیل نیست که حکم استرداد علیه جولیان آسانج دوست من صادر شده، بلکه به این دلیل است که استدلال‌های قضات بر پایه هدف نمایندگانی نیست که قانون مربوط به استرداد را در سال 2001 تصویب کردند. طرفداران جولیان آسانج نگرانند که او پس از استرداد به سوئیس به آمریکا تحویل داده شود، کشوری که اسناد محرمانه دولت آن را منتشر کرده است.